بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. ابتدا سرخط خبرها. حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات بر جزایر سگانه و واکنش ایران. چالش های شرکت ها در استخدام جوانان نسل زد، بیانگیزگی و فقدان مهارت های حرفه‌ای. سفیر اسپانیا در کربلا، مرقد امام حسین علیه السلام نماد همبستگی ادیان و فرهنگ های مختلف است. با تاکید اتحادیه خبرنگاران یمن بر 30 مورد نقض آزادی های رسانه‌ای در 3 ماهه سوم سال. وقت شما بخیر. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک از ادعای امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی حمایت کردند و خواستار پایان اشغال این جزایر توسط ایران شدند. این اقدام واکنش تند مقامات ایران را در پی داشت. ایران با رد این ادعا آن را اتهامی عبث خوانده و بر حاکمیت خود بر این جزایر تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت اروپا را نشانه از سیاست‌های منفعلانه غرب در برابر اسرائیل دانست. ایران همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر گونه اقدام علیه تمامیت ارضی خود تاکید کرده است. این بیانیه مشترک در شرایطی منتشر می‌شود که روابط ایران و غرب به دلیل مسائل منطقه‌ای و برنامه موشک و هسته‌ای ایران به شدت متشنج شده است. همراه هستیم با دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن. آی دکتر سلام و عرض ادب. آی دکتر، با توجه به حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات بر جزایر سگانه، به نظر شما این اقدام چه تأثیری بر روابط ایران با اروپا و کشورهای منطقه‌ای خواهد داشت و ایران چگونه باید در برابر این چالش دیپلماتیک واکنش نشان بده؟ بفرمایید. در واقع ما باید نگاه کنیم که چرا امارات میتوانه این پیروزی ها رو به دست بیاره که یک به یک از کشورهای صاحب نام دنیا، از ژاپن گرفته تا 5 کشور دارای حق عضویت، حق وتو در مجمع در شورای امنیت و کشورهای متعدد دیگر و اینک 27 کشور اتحادیه اروپا میتوانه رأی به نفع خودش جلب کنه. این نیست مگر اینکه امارات تبدیل به یک قدرت مالی بزرگ شده است در دنیا و افزون بر این در ضمن یک مجموعه ثروتمند به نام شورای همکاری خلیج فارس خودش رو جا داده که باز یک قدرت مالی بزرگ هستش، همچنین حمایت اتحادیه اروپا رو داره و در نتیجه اینها موجب شده که خب یک توانایی پولی مالی خودشون رو ببرن برای همکاری با یک اتحادیه بزرگی مانند اتحادیه اروپا. همه اینها رو نگاه بکنه، از اون سو متاسفانه به دلیل بیکفایتی هایی که جمهوری اسلامی به خرج داده، اولا که توان مالی پولی اقتصادی خودش به شدت تضعیف شده که میدانید وضعیت چه وضعیتی هستش، و از اون سوی دیگر هم خب تنش‌های متعددی با اتحادیه اروپا داره، مانند اینکه در جنگ اوکراین به جانب روسیه ایستاده. همه اینها رو به هم جمع بزنیم، با کمال تأسف باید گفتش که این اقداماتی که در واقع تعرض به تمامیت ارضی خاک ایران هست، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی رو من بیکفایت میدونم در این خصوص، ولی تعرض به تمامیت ارضی خاک ایران محسوب می شود و افزون بر این که ما ندیدیم که مقامات رسمی جمهوری اسلامی اقدام فعالی انجام بدن. مثلا
فراخواندن نماینده اتحادیه اروپا و احضار او انجام شده در این یکی دو روز؟ نه، انجام نشده. و این در واقع بیعملی، بیواکنشی جمهوری اسلامی هم مزید بر علت شد. به هر روی، اگرچه این اقدام رو امارات انجام داده است، اما معنیش این نیست که به این راحتی بتوانه تصرف عدوانی بکنه در تمامیت ارضی ایران، به خاطر اینکه از نظر حقوقی دست ایران بسیار پر هستش در خصوص این جزایر، و مسئله به این راحتی نیست که بخوان این رو روی سرزمین ایران دست بگذارن. ولی چالشی شده از بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس، ایران و اتحادیه اروپا، و این صف بندی است که در واقع موجب نگرانی است که یک همچین پیوندی بین دو مجموعه مهم اقتصادی دنیا حاصل آمده است. متاسفانه باز به تاکید اینکه جمهوری اسلامی بی کفایتی به خرج داده، ایران در این خصوص تنها قرار گرفته. اما این چنین هم نیستش که از نظر دفاع از تمامیت ارضی یا جنبه حقوقی مسئله دستش خالی باشه. بله، سپاس از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسجد وینسور در جنوب غربی استان آنتاریوی کانادا در رویداد روز مسجد باز به استقبال از ده ها غیر مسلمان رفت. این رویداد که به مدت دو روز برگزار شد و فرصتی برای آشنایی مردم با اصول اسلام و فرهنگ اسلامی فراهم کرد. شرکت کنندگان از امکانات مسجد باز بازدید کرده و در مورد ارکان نماز و وضو توضیحات دریافت کردند. همچنین گفتگوهای آموزشی و بحث‌های فرهنگی در این روز برگزار شد. امام مسجد هدف این روز را فراهم کردن فرصتی برای درک مستقیم اسلام و برقراری ارتباط فرهنگی عنوان کرد. مسلمانان در ایالت مینسوتای آمریکا موفق به گذاشتن سنگ بنای اولین قبرستان اسلامی این ایالت شدند. این پروژه پس از تقریبا 10 سال تلاش و عبور از موانع متعدد به ثمر نشست. قبرستان جدید با مساحتی بیش از 72 هکتار قابلیت ارائه نزدیک به 50,000 مدفن را دارد و به مسلمانان منطقه خدمت خواهد کرد. افتتاح رسمی این قبرستان تا ماه می 2025 برنامه ریزی شده است. مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی در مینسوتا اشاره کرد که این پروژه با چالش‌های زیادی مواجه بود. هزینه خرید زمین $900,000 و هزینه توسعه آن حدود 1.5 میلیون دلار تخمین زده می شود. استانبول به زودی میزبان یک نشست دو روزه برای بررسی برابری جنسیتی و تغییرات اقلیمی قبل از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل خواهد بود. این نشست توسط برنامه توسعه سازمان ملل UNDP و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با همکاری دولت ترکیه برگزار می شود. هدف این نشست تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در برابری جنسیتی به عنوان محرکی برای اقدامات اقلیمی است. مدیران سازمان‌های بین‌المللی بر اهمیت ایجاد سیاست‌های پاسخگو به جنسیت و افزایش مشارکت زنان در مشاغل سبز تأکید کردند. این رویداد با هدف تقویت همکاری‌ها و تلاش‌های جمعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اهداف پایداری برگزار می‌شود. گزارش جدید هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از تولید غذای جهان در 25 سال آینده به دلیل بحران آب در خطر است. با افزایش کمبود آب و شدت یافتن بحران اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان این دهه تقاضا برای آب شیرین 40% بیشتر از عرضه باشد. این گزارش تأکید می‌کند که کشورهای در حال توسعه نیاز به منابع مالی برای بازسازی سیستم‌های آب خود دارند. همچنین لزوم همکاری جهانی برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از تخریب اکوسیستم ها مطرح شده است.
در شهرستان پیلیبت ایالت اتار پرادش هند، دو رهبر باجراگانگ دال به نامهای سانجی میشرا و ویک میشرا به خاطر اظهارات توهین‌آمیز علیه پیامبر اکرم در یک جلسه عمومی در تاریخ 13 اکتبر مورد شکایت قرار گرفتند. شاکیان مسلمان در شکایت خود اعلام کردند که این سخنان موجب تحریک و خشم جامعه مسلمان شده است. ویدیویی از این سخنان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و اعتراضاتی را به دنبال داشته است. پلیس بر اساس این ویدیو و شکایات مسلمانان پرونده‌ای ثبت کرده و تحقیقات در حال انجام است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و دانشگاه اکسفورد، بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان در فقر شدید به سر می‌برند و دسترسی کمی به غذا، برق و آموزش دارند. از این تعداد 455 میلیون نفر در مناطق جنگی زندگی می‌کنند و نرخ فقر در این مناطق 3 برابر بیشتر است. همچنین 584 میلیون نفر از فقرا زیر 18 سال هستند. کشورهایی مانند هند، پاکستان و نیجریه بیشترین میزان فقر را دارا هستند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو با اشاره به احتمال دست داشتن دولت هند در قتل رهبر جدایی طلب سیک هاردیپ سینگ نیجار در خاک کانادا، این اقدام را اشتباهی بزرگ خواند. پلیس کانادا نیز دیپلمات‌های هندی را به مشارکت در این قتل متهم کرده است. هند این اتهامات را رد کرده و ترودو را به سوء استفاده از جامعه سیک‌های کانادا برای منافع سیاسی متهم کرده است. روابط دو کشور از سال گذشته به شدت تیره شده است. شرکت‌ها در مواجهه با جوانان نسل زد با چالش‌های جدی روبرو هستند. بر اساس گزارشی جدید، بسیاری از کارفرمایان از عملکرد این نسل نگرانند و از هر 6 مدیر یک نفر از استخدام آنها ابراز ناخرسندی می‌کند. مشکلاتی نظیر فقدان وجدان کاری، عدم مهارت‌های ارتباطی و بی انگیزگی از دلایل اصلی نارضایتی کارفرمایان و اخراج این جوانان از محیط کار است. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. شرکت‌ها در مواجهه با جوانان نسل زد متولدین 1997 تا اوایل 2010 که تازه وارد بازار کار می‌شوند با مشکلات متعددی روبرو شدند. گزارش اخیر پلتفرم اینتلیجنت نشان می‌دهد که بسیاری از کارفرمایان از عملکرد و رفتار حرفه‌ای این نسل رضایت ندارند. در نظرسنجی انجام شده با 1000 مدیر استخدامی از هر 6 مدیر یک نفر اعلام کرده که تمایلی به استخدام جوانان نسل زد ندارد. کارفرمایان معتقدند که این نسل اغلب فاقد وجدان کاری قوی است و به راحتی از انتقاد ناراحت می شود و توانایی لازم برای برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار را ندارد. همچنین تأخیر در رسیدن به محل کار، نداشتن مهارت‌های مناسب در پوشش و ارتباط با مشتریان از دلایل اصلی نارضایتی کارفرمایان است. از میان شرکت‌هایی که در این پژوهش شرکت کردند، حدود 60% اعلام کردند که اخیراً یکی از کارمندان نسل زد را اخراج کردند. برخی مدیران همچنین اشاره کردند که این جوانان اغلب به حمایت والدین خود اتکا می کنند و از آمادگی کافی برای محیط‌های حرفه‌ای برخوردار نیستند. با این وجود نسل زد بیش از 1/4 نیروی کار را تشکیل می دهد و این موضوع شرکت‌ها را به یافتن راه حل‌های مؤثرتر در تعامل با این نسل واداشته است. سفیر اسپانیا در عراق الیسیا ریکو در نخستین بازدید خود از شهر مقدس کربلا از حضور در مرقد امام حسین علیه السلام ابراز خرسندی کرد. وی این مکان مقدس را نمادی از همبستگی میان ادیان و فرهنگ‌های مختلف دانست و اظهار داشت: مفتخرم که از مرقد امام حسین علیه السلام دیدن کردم.
سفیر اسپانیا در عراق بر اهمیت روابط دو جانبه میان اسپانیا و عراق تاکید کرد و به تاریخ طولانی همکاری‌های دو جانبه اشاره کرد. سفیر اسپانیا همچنین به شراکت‌های موجود در زمینه‌های امنیت، اقتصاد، کشاورزی و ورزش پرداخت و امیدواری خود را برای گسترش این همکاری‌ها در آینده ابراز کرد. او در ادامه افزود: هدف ما تقویت امنیت در تمامی کشورها و ترویج فرهنگ صلح میان ادیان است. این سفر به منظور تقویت روابط با عراق و گسترش زمینه‌های همکاری دو جانبه انجام شده و نشان دهنده تلاش اسپانیا برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه است. سفیر اسپانیا در عراق همچنین یادآور شد که کربلا به عنوان یک نماد معنوی و فرهنگی می‌تواند به عنوان پلی برای ارتباطات بین‌المللی عمل کند. اتحادیه خبرنگاران یمن در گزارشی که در تاریخ 15 اکتبر منتشر شد، از ثبت 30 مورد نقض آزادی‌های رسانه‌ای در این کشور در 3 ماهه سوم سال جاری خبر داد. این گزارش نشان دهنده افزایش چشمگیر نقض‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها از ژوئیه تا سپتامبر است و شامل مواردی نظیر بازداشت‌ها، تهدیدها، حملات و عملیات‌های تهاجمی می‌شود. بر اساس این گزارش 14 مورد از این نقض‌ها مربوط به بازداشت غیر قانونی بوده که 47% از کل موارد را تشکیل می‌دهد. همچنین 6 مورد محاکمه و 1019% و 4 مورد تهدید و تحریض 13% ثبت شده است. در حال حاضر 14 خبرنگار در شرایط سخت و با سوء رفتار و محرومیت از حقوق اولیه زندانی هستند. اتحادیه خبرنگاران یمن از تمامی طرف‌ها خواسته است تا حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و با این نقض‌های جدی آزادی‌های رسانه‌ای مقابله کنند. این گزارش یک هشدار جدی درباره وضعیت بحرانی آزادی مطبوعات در یمن به شمار می‌رود. سازمان جهانی غذا WFP از بروز یک بحران انسانی جدی در جنوب آفریقا به دلیل خشکسالی تاریخی خبر داد. این خشکسالی که تحت تأثیر پدیده آب و هوای النینو قرار دارد، باعث آسیب‌های گسترده به محصولات زراعی و دامداری شده است. کشورهای زامبیا و زیمبابوه به ویژه از این بحران رنج می‌برند، به طوری که برآورد می‌شود 70% از محصولات زامبیا 80% و از محصولات زیمبابوه از بین رفته است. در پی این شرایط سخت، 5 کشور شامل لسوتو، مالاوی، نامیبیا، زامبیا و زیمبابوه به حالت فاجعه ملی اعلام شدند. مدیر منطقه‌ای WFP در آفریقا، لولا کاسترو، تصریح کرد که این بحران ممکن است تا فصل برداشت بعدی در بهار 2025 ادامه یابد. علاوه بر افزایش گرسنگی و کمبود منابع مالی، زیمبابوه و نامیبیا نیز به دلیل فشار بر منابع آب و غذا ممکن است مجبور به کشتن صدها حیوان وحشی از جمله فیل‌ها شوند. سازمان جهانی غذا از جامعه بین‌المللی خواسته است که به سرعت به کمک این مناطق آسیب دیده بشتابند. مرکز ابن سینا به همراه مرکز نور بین المللی میکروفیلم نمایشگاهی از دست نوشته های قرآنی و تفاسیر آن را در موزه کرملین فرهنگ اسلامی در قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان، افتتاح کرد. این نمایشگاه که در تاریخ 15 اکتبر آغاز به کار کرد، هدفش نمایش نسخه های نفیس از دست نوشته های قرآنی برای بازدید کنندگان است. این نمایشگاه شامل مجموعه های متنوع از کتاب های اسلامی است که از ایران، روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی منتشر شدند. بسیاری از این دست نوشته ها در مرکز ابن سینا، کتابخانه علمی دانشگاه قازان و موزه کرملین نگهداری می شوند. علاوه بر این، نمایشگاه شامل نسخه های نادری از مصاحف است که به دوره های تاریخی مختلف از قرن 10 تا 15 میلادی تعلق دارند. بخشی از نمایشگاه نیز به آیات سوره شمس اختصاص داده شده و صفحات قرآن و تفاسیر مربوط به این سوره به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه تا 31 مارس 2025 در قازان ادامه خواهد داشت و فرصتی بی‌نظیر برای آشنایی با فرهنگ و ادبیات اسلامی به بازدید کنندگان ارائه می‌دهند.
دادگاهی محلی در بنگلادش حکم بازداشت برای شیخ حسین واجد نخست وزیر پیشین را صادر کرده است. این حکم به اتهام جنایات علیه بشریت در جریان اعتراضات گسترده دانشجویی در ماه‌های جولای و آگوست سال جاری صادر شده است. حکم مذکور به دست دادگاه بین المللی جنایات صادر شده و همچنین شامل 45 نفر دیگر از جمله مقامات بلند پایه حزب عوامی لیگ می شود. در اعتراضات دانشجویی حداقل 736 نفر جان باختند و بیش از 20 هزار نفر زخمی شدند. این دادگاه از دادستان‌ها خواسته تا حسینه را تا تاریخ 18 نوامبر به دادگاه معرفی کنند و احتمال همکاری با اینترپل برای بازگرداندن او از هند مطرح شده است. فرونشست زمین در نزدیکی آثار تاریخی تخت جمشید و نقش رستم به مرحله بحرانی رسیده است. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی دلیل اصلی این فرونشست‌ها اعلام شده است. طبق گفته کارشناسان، شکاف‌های عظیمی در فاصله 10 متری نقش رستم و 300 تا 500 متری تخت جمشید در حال پدیدار شدن هستند. منطقه مرودشت به عنوان یکی از بحرانی ترین دشت های ایران معروف معرفی شده و کل دشت به وسعت 7200 کیلومتر مربع در حال نشست است. کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که کنترل برداشت آب و بستن چاه های غیر مجاز تنها راه جلوگیری از تشدید این وضعیت است. این بحران می تواند تهدید جدی برای آثار باستانی ایران در منطقه باشد و نیاز به اقدام فوری مسئولان دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حمایت اتحادیه اروپا از ادعای امارات بر جزایر سگانه و واکنش ایران. چالش های شرکت ها در استخدام جوانان نسل زد، بی انگیزگی و فقدان مهارت های حرفه‌ای. سفیر اسپانیا در کربلا، مرقد امام حسین علیه السلام نماد همبستگی ادیان و فرهنگ‌های مختلف است. تأکید اتحادیه خبرنگاران یمن بر 30 مورد نقض آزادی‌های رسانه‌ای در 3 ماه سوم سال. هشدار سازمان جهانی غذا از بحران انسانی در جنوب آفریقا. نمایشگاه دست نوشته های قرآنی در قازان، گنجینه هایی از فرهنگ اسلامی. صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر پیشین بنگلادش به اتهام جنایات علیه بشریت. و وضعیت بحرانی فرونشست زمین در مرودشت و تهدید آثار باستانی. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار. شب خوش.